دنیای امروز، برنامه ای از دکتر پریسا صائم. کجای دنیا که هستید، لحظاتی شاد و دلی آرام داشته باشید. ایام نوروز بهتون خوش گذشته بشه. تا حالا امروز روز سیزده بدره یا اینکه فردا سیزده بدره؟ سیزده بدره. آقای گفتین که؟ مهدی آقا زمانی. میدونیم که ایشون دکتر جامعه شناس هستن. ایشون خیلی همیشه در حقیقت در معرفی خودشون کوتاهی میکنن. دکتر جامعه شناس هستن و ما تصمیم گرفتیم که امروز یک مقدار از دید تخصصی در حقیقت فیل پذیری زنان سنتی رو در برابر ستم جنسی مقدار بشکافیم و خشونت در حقیقت یا رویارویی و سرکوب زنان سنت محور رو در برابر زنان مدرن ببیشه در رابطه با حجاب. قبل از اینکه ما بریم وارد این بحث بشیم، یه دو تا فیلم خیلی جالب من در یوتیوب دیدم که از آقای رضای عزیز در اتاق فرمان خواهش میکنم این دو تا فیلم رو پخش بکنن که در حقیقت بی ارتباط با فضای حاکم در جامعه ایران و نقش زنان سنت محور یا سرسپرده به رژیم جمهوری اسلامی در برابر چالش ها و مبارزات برابری طلبانه و آزادی خواهانه زنان ایران به ویژه در لغو حجاب نیست. این دو فیلم کوتاه رو تماشا میکنیم، برمیگردیم با آقای دکتر. من به شما میگم چادرتون رو در بیارین. راست نداره دیگه، بلکه راهش خوبه. تو راهت خوبه؟ من حجاب اجباری نیست. تو چرا؟ چرا اجباریه؟ تو مملکت ما اجباریه. تو خونت برو هر غلطی خواستی بکن. اجباریه چرا؟ من آدم خوبیم. من دوستم چه زندگی کنم. نه تو بی خود میکنی. گفتم برو تو خونت هر جور میخوای. لخ را برو. جلو هر چیزی دوست داری رو تو مملکت چه آزاری الان به بقیه دارم میرسونم؟ آزار به اسلام میزنی، آزار به دینش میزنی. این جوانای بدبخت و بیچاره که دائما در ناراحتی هستن شماها باعثشون. این چه وضعی آخه؟ آخه این چه وضعی؟ من خانواده با این قضیه مشکلی نداره. بی خود کردم به خانواده تو مقصره. به تو مقصر نیستی. شما بچه خودتو حواست باشه. من حواست هم هست. خب باری کلا. آفرین. من حجاب اجباری رو قبول ندارم. این حجاب اجباریه. آره. اجباری. اسلام آره. اجباریه. روزای اول که اومدن نگفتن حجابتون رو رعایت کنین که. تو قرآن نمیخونی که. آره. در سوره خدامو خیلی خوب قبول دارم ولی این حجاب رفتی به خدا نداره. توف تو ذاکر. آره مرسی. چه وضعیه؟ باشه برو پیکاره تو رو. امروز اومدم بیرون رو سری مامده رو بردم برای اعتراض به این حجاب اجباری. تو پارکم چند بار قدم زدم، دور زدم و خیلی هم خوب شد. بله خانم، من چی کار داره به شما؟ خانم چی به من چی کار داره؟ تو در ایتون محله ما رو میدیم، ما شهید دادیم تو بی حجاب بگردی. خانم من چی کار داره به شما؟ یعنی چی؟ خانم مگه من شما رو شنفون میدم از سی روز در میدم سنگ ساده سرم غلط میکنی تو محله ما بی حجاب میدیم. خانم مگه من به تو میگم چرا شادر سر جرعت نداری بگی؟ تو چی کار داری بگی؟ برای اینکه همینجا کشنن همینجا از سی روز خب این در حقیقت این دو تکه نمونه های هزار مانند هستن. 25 سال پیش آقای دکتر آقا زمانی، من در سازمان ملل متحد در کنفرانس جهانی حقوق بشر با خانم اعظم طالقانی آشنا شدم. ایشون اونجا ورکشاپ داشتند و آمده بودند که در رابطه با دختر آقای طالقانی که از رهبران انقلاب 57 و یادتون باشه ایشون یکی از مخالفین حجاب بودن. من با ایشون گفتگوی کردم، این گفتگوی کوتاه رو می‌بینیم و بعد به نقد این مسائل می‌نشینیم. مرسی. خانم اعظم طالقانی، خواستارها، نمی‌دونم گروه‌های مختلف تو خیابون دار نگه می‌دارن، باشون با اهانت رفتار می‌کنن، توهین می‌کنن، اگر رو سرشون نظر پایین اومده باشه، اگر جورابشون نظر این ولی باشه، اگر به هر از این مسائل من اسم اینها رو یعنی به طور کلی بنابر موازین حقوق بشر اسم اینها هم باید گذاشت تجاوز. اگر که من به شما عرض بکنم اگر دولت جمهوری اسلامی
نخواد که در واقع یه مقداری تذکراتی بده اون خانواده هایی که واقعا اعتقادات خیلی محکمی دارن، مخصوصا اونه که بچه هاشون در این راه دادن در طول خود انقلاب و بعدم در جبهه ها، اینا به شدت اعتراض میکنن. یعنی به خود من بارها گفتن که چرا جلوی داره نمیشه، چرا اینجور میکنن، و در حال که دولت این کار رو نمیکنه و خدا میتونه. ما به همش یکی از برنامه همونی که اینها رو متقاعد بکنیم که اگر بخواد دولت بخواد اینجور برخورد بکنه، این برخورد سازندگی نداره. ما باید بذاریم خودشون انتخاب کنن، بذاریم خودشون بفهمن به اینکه این براش مفیده انجام بده، نه به اینکه به زور بگی اینو سرت بکن. من خودم از اول انقلاب با این مسئله که واقعا عرض میکنم که اینو به زور سر زنها بکنن، خودم شخصا چیز نداشتم، بلکه همش میگفتم باید آموزش داده بشه. از طریق آموزش خیلی بالاخره هر انسانی با عقل فطریش با وجود انتخاب اگه قرار انتخابی باشه، عقل فطریش درست و غلط رو پیدا میکنه، صحیح و نادرست رو در میابه، چه فایده میکنه اصلا. اینا یه چیزاییست که انسان باید خودش برسه بهش، هم آموزش بدن هم برسه بهش. من فکر میکنم در حال زنهای با شخصیت کمتر میخوان به عنوان یک زن مطرح بشه. اینطور استنباط میکنم. من واقعا متوجه نمیشم خانم طالقانی، متوجه اصلا نمیشم که منظورتون از نظر به قول انفساز رو جنسیت. شما در یک جایی گفتید که انسان هستش. این انسان بودن رو در رفتار، در کردار، در گفتار، در بیان اندیشه و در عملکرد انسان ها باید ارزیابی کرد، نه نوع لباسشون، کاملا نه نوع نمیدونم آرایششون، نه نوع نمیدونم به حال اون چیزی که در ظاهر این بایدی این ارزش رو باید کاملا درسته. یعنی اگر ما بخوایم انفساز بکنیم که اگر که فرزن زنی حجاب نداشت پس بنابراین میخواد زنیت خودش رو متبلور بکنه علی رغم اون ارزش‌های ذاتی که میتونه داشته باشه، به نظر من این یک ضد ارزشه. چون اون چیزی که ما باید متبلور بکنیم اینه که علی رغم اینکه زن و مرد دو انسان، یعنی انسان هستن به طور کلی و نباید به جنبه‌های ظاهری توجه داشت، باید به رفتار و کردار و اندیشه و عملکرد و اون واقعا توانایی‌ها اندیشید. یکی از مسائلی که در ایران داریم این مؤسسه مدل روش کار می‌کنه، هیچ کس نمی‌داره کسی برتری داشته باشه. سالاری معنی نداره که پدر سالار باشه، مرد سالار باشه، زن سالار باشه. اینجا باید یک سری خب اینجا میبینیم خانم اعظم طالقانی خودش از یک دیدگاه مترقی تری به عنوان یک زن سنتی برخوردار هستش. با ایشون من 2-3 ساعت مصاحبه داشتم که این یه تکه کوتاهی هستش. ایشون گفتن که خود ایشون در همونجور که پدرشون هم در حقیقت مخالفت با حجاب داشتن، خود ایشون هم طرفدار حجاب اجباری نبودند و همونجور که شنیدیم در حقیقت خود ایشون هم یک روزنامه داشتن به نام هاجر و تلاش میکردن که به وضعیت زنان برسن. متاسفانه ارتباط من با ایشون سالهاست قطع شد و اگه دلم میخواست که بیان توی برنامه بار دیگر ما در زمینه وضعیت و اوضاع ایران از ایشون سوال بکنیم. خب از بعد جامعه شناسی در حقیقت چه؟ یعنی حالا ما میتونیم صحبت بکنیم از روانشناسی و جامعه شناسی، چه عوامل زیر بنایی مهیاساز یک چنین فضای ادامه دار تولید هنجارهای نابهنجاری است که میتونه توسط خود زنان باز تولید بشه؟ ما یه حکومتی داریم که این حکومت دینی است. بدبخت‌ترین یعنی اسفناک‌ترین اتفاقی که برای یک جامعه میتونه بیفته اتحاد قانون، حکومت، سنت و دین با هم دیگه است. ما الان در فضایی هستیم که میبینیم که سنت، دین، حکومت و قانون متحدن بر علیه در حقیقت برابری ها و آزادی های جامعه به ویژه زنان قد علم کرده. کاملا درست میگید. ابتدا اجازه بدید که عرض سلام داشته باشم خدمت بینندگان محترم برنامه دنیای امروز که مشتاقانه برنامه های شما رو خواهم دکتر ساعد پیگیری میکنند. بزنم هم به تخته تصاویری از 25 سال پیش خود خانم دکتر ساعد رو هم دید تکون نخوردید نسبت به امروز. بذارید یه ذره من بحث رو باز کنم اگر اجازه بدید در همین مقدمه بحث، این که چرا ما بایستی چگونه میشود یک حکومتی از گروهی از افراد بر علیه هم نوعان خودشون استفاده کنه. اگه یه ذره برگردیم به عقب‌تر و برگردیم در دوران مثلا سلاخی نازی‌ها، دورانی که آشویتس رو ساختن، دورانی که یهودیان رو می‌کشتن،
از چه کسانی استفاده میکردن برای این سلاخی ها؟ انسان برابر انسان. در دهلی اول از خود یهودی ها بر علیه یهودی ها استفاده میکردن که اونها رو بشناسن، واکاوی کنن، بگیرن، بیارن و بعد انسان بر علیه انسان. این انسان بر علیه انسان امروز هم در ایران زن بر علیه زن قوی ترین اهرمیست که همه حکومت های جائر میتونن از اون استفاده کنن برای آسیب زدن به یک کانون قدرت که میتواند در سطح اجتماعی شکل بگیره. اگر این ابزار هم نوع علیه هم نوع رو در نظر بگیریم به عنوان یه ابزار شناخته شده که اکثر فاشیست ها از اون در عرصه های گوناگون سیاسی بهره بردن و بگذاریم یک سمت، بعد بیایم کمی به سرزمین مادری خودمون نگاه کنیم ببینیم در سرزمین مادریمون چه چیزی داشتیم که به قول شما زمینه این بهره‌گیری فاشیستی از هم نوع علیه هم نوع رو فراهم میکنه، میبینیم که ما قرنهاست جدای از مذهب زدگی اسلامی که زن رو میخواهد در چادر، در چاخچور، در مهجوریت نگردارد، از زن می هراسد و الان نماینده اون هراس در کرسی قدرت نشسته که شما همونجوری گفتید سنت و قانون و مذهب همین ها رو با هم همکیسه کرده. سالها در یک جامعه مرد سالار ما زندگی کردیم، جامعه ای که به شدت سکسی زده است. یعنی شما این متعلق به الان نیست، در دوره صفویه برید همینه میبینید، در دوره قاجاریه برید همینه میبینید، در دوران پهلوی برید همین رو میبینید. یعنی سکسیست بودن، یعنی از لحاظ جنسی تبعیض قائل شدن بین زن و مرد، سابقه بسیار طولانی در فرهنگ معاصر ما داره. حتی بریم به کهن‌تر، بریم در آثار باستان. در آثار باستان هم که شما می‌بینید همیشه حکومت پادشاهان مرد هست که سلسله به سلسله رو تحویل به ندرت برمی‌خوریم به زنانی که در جایگاهی قرار می‌گیرن که توانایی این رو داشتن که بتونن اداره مملکت رو به عهده بگیرن. این برایند رو به عنوان یک برایند تاریخی بگذارید. یک الگوی مذهبی هم به این اضافه شده به نام اسلام که طبیعتاً بین زن و مرد فرق می‌ذاشته. بستر اجتماعی، الگوی مذهبی، میرسیم دقیقا به همونجا که حالا در انقلاب 1357 مردمانی به قدرت میرسند که نماینده اون تهجرند، نماینده اون فرهنگ کهنند، خواستگاهشون برخورد با همون منشیست که میتواند اونها رو در خطر بیندازد. و اون منش از کجا شروع میشه؟ از تحولهایی که به زنان موجودیت بده. سال 1341 روح الله خمینی که در سال 1357 حکومت اسلامی رو بپا کرد، به چی؟ به چه چیزی اعتراض داشت؟ به اعطای حق رأی به زنان، حضور زنان و مشارکت زنان در اجتماع رو در حقیقت فروپاشی خانواده خواند، حق رأی زنان رو در حقیقت حرام خواند و اصلا به طور کلی دشمنی او با محمد رضا شاه پهلوی از همینجا شروع میشه. از همین، از در همین در زمینه شروع میشه. او مخالفتی نداشت به انقلاب سفید و نمیدونم مسائل دیگه، ولی اینکه به زن بیاد در عرصه اجتماع، اینکه زن حق برابری پیدا بکنه، اینکه زن حضور پیدا بکنه، این مسئله که شما اشاره کردید به ما میگه که آقای خمینی اگرچه در نوفل شاتو گفتن که در مبارزه بر علیه شاه زنان باید حضور تنگاتنگ در کنار مردان داشته باشن، حضور سیاسی و اجتماعی داشته باشن، این یک فریب بزرگ بود، چون ایشون یک کینه تاریخی نسبت به حضور زنان در اجتماع داشت. آخوندها و روحانیون نمیتونستن بر بتابن که زمان در حقیقت گذشته، در رژیم گذشته، زن حضور اجتماعی پیدا میکنه در عرصه هنر، در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه های روشنفکری، نویسندگی، شعر. نمیتونستن بر بتابن که مثلا روشنفکر زن اون زمان فروغ فرخزاده به قولی متوجه هستین. یه مسئله که شما اشاره کردید، مسئله پدرسالاری جامعه، با شما کاملا موافقم، ولی این مسئله پدرسالاری یک مسئله جهان شموله. ما میبینیم که حتی در فرهنگ غرب هم هنوز زنان پایگاه برابر در عرصه های به ویژه سیاسی با مردان نداره. در اروپا اینها، اما در همین هنوز ما رئیس جمهور زن نداریم، ولی یک تغییرات ساختار شکن رو ما بعد از رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، عصر روشنایی، انقلاب فرهنگی، انقلاب صنعتی و غیره در اروپا میبینیم که این تغییرات در کشورهای خاورمیانه یا کشورهای اسلامی
به وقوع نپیوست. پس بنابراین اون فرهنگ جهل و خرافاتی که اشاره کردید بهش که قرنها حاکم بود، بر همون اهرم سفت و سخت خودش باقی ماند. و برگردیم به مسئله زن، چه کسانی در حقیقت این ارزش‌های خفته در بستر اجتماعی دراز مدت کهنه و کهنسال و سنتی رو بیشتر انتقال میدن به فرزندانشون سینه به سینه؟ دفنتلی زنان، دفنتلی خانم ها هستن که مسیر این حرکت انجام دادن. اما نمیخوام که بگم خانم ها مقصر اصلی هستن، ولی خانم ها سهم دارن در حفظ و نگهداری این فرهنگ. ببینید خانم دکتر، یه ذره برگردیم به عقب، باز دوباره برگردیم به دهه 1360 میلادی، دهه 1340 خورشیدی در ایران. پادشاه فقید ایران به نخستین طیف از زنان تحصیل کرده ای که از دهه 1320 حالا درس خوندن وارد عرصه فعالیت‌های مدنی و اجتماعی شدن حق رأی میده. پادشاه فقید ایران یادمون نره در سال 1314 برای اولین بار دانشکده دانشسرای عالی دختران تأسیس شده، به دختران اجازه تحصیل داده شده، حجاب اجباری لغو شده، کشف حجاب شده، بی حجابی اجباری حالا بگیریم شده. من حالا کاری ندارم که در اون مقطع این کار چقدر میتونه مهم باشه. به دنیا نگاه کنیم، در 1920 یعنی همزمان با همین اتفاقات، اندکی عقبتر اندکی جلوتر، یعنی با یه پریود زمانی فاصله 10 ساله، در همین کالیفرنیا بغل گوش من و شما، در همین ساحل سانتا مونیکا می آمدن دامن خانم ها رو سانت می کردن که اگر دامن خانم ها از زانوشون بیشتر از 6 اینچ تا 8 اینچ فاصله داشت جریمه شون می کردن. در همین امریکا همزمان در ایران هم داره این تحولات پیش میره به واسطه یه حکومتی که رو به جلو داره، هر انگی هم میخوان به این حکومت بزنن. بعد باور کنیم زیر هر اسمی این حکومت در اون مقطع یک حکومت نونگره، داره به سمت جلو نگاه میکنه. بله حق با شماست، از رسیدن از وسط سیاهی و تاریکی قرون وسطا برای رسیدن به عصر روشنایی 400 سال وقت صرف شده. ما هم داشتیم همین کارو میکردیم، همزمان آتاتورک در ترکیه میکرده، رضا شاه پهلوی در ایران میکرده، در خاورمیانه چراغ روشنایی روشن میشه و شروع میکنه اتفاقات تازه‌ای بعد از جنگ جهانی دوم میفته که دنیا رو متفاوت کنه. ایران بار خودش رو به بهترین نحو ممکن برای 57 سال میبنده و جلو میبره. یک هو در سال 1357 عینه هو یه دونه تیر و کمان این کش رو میکشند، این زه رو میکشند، ایران رو پرت میکنن 200 سال قبل در دوره بابا خان قاجار، آقا فتح علی شاه قاجار، یک هو این رو میندازن اونجا. بعد میگن حالا شما دوباره تلاش کنید برگردید بیایید به جلو. در زمان وقوع انقلاب خواهم دکتر شما اون روزها رو به یاد دارید، ما قاضی زن داریم بر اساس نص صریح قرآن، قضاوت عبادی قاضی زن، بله قضاوت زنان ممنوع. چرا قضاوت زنان ممنوع؟ هیچ وقت به این فکر کردید؟ من رفتم پرسیدم، برای اینکه از نظر عقلانی دچار احساسات میشن و قادر به تشخیص و قضاوت درست بله. میگن خانم ها به دلیل اینکه دچار دوره پریود هستند از لحاظ ذهنی به هم ریختگی دارن و نمیتونن زمینه قضاوت صحیح رو داشته باشن، توی احساسات میشه. حق حضانت متعلق به مادر در همه جای دنیاست، فرزند رو شما به دنیا میارید، حق حضانتش رو در ایران از شما میگیرن، هزاران حق دیگر از شما سرگه. چرا این کار رو میکنن؟ یعنی به این فکر کنیم که چه اتفاقی میفته که حکومت اسلامی دنبال این میگرده که با سرکوب زنان به چی میخواد برسه. من میخوام به شما جواب این سوال بدم. بهترین راه برای نشان دادن یه هیمنه مقتدر غیر قابل شکست، زیر پا له کردن ضعیف‌ترین بخش جامعه است. از لحاظ سنتی بدون نگاه به مسئله مذهبی، زنان در جامعه ما همیشه در کفه ضعیف ترازو ایستادن. حکومت حالا داره چیکار میکنه؟ با فشار مضاعف بر همین کفه ضعیف ترازو که پدر میخواد بهش زور بگه، برادر میخواد بهش زور بگه، شوهر میخواد بهش زور بگه، بگه منم بهش زور میگم، منم به این یه تیکه زور میگم، به این خانوم زور میگم. اینجاست که برای خودش چه درست میکنه؟ یک هیمنه یه غیر قابل شکستن. بعد برگردیم به همون اصل فاشیستی بسیار مهم در تاریخ که همواره از هم نوع برای سرکوب هم نوع استفاده کن. اگه یه سیاه بیاد یه سفیدو بزنه، شما بر علیه سیاه میشوری، بر علیه سفیدی بره سیاهو بزنه، بر علیه سفیده میشوری. اما اگه یه سفید یه سفیدو بزنه، شما نمیشوری، خره برادرن دیگه، همدیگه رو زدن، هم رنگن، هم نژادن، هم نوعن. وقتی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول دوم زن نداشت،
از دوره سوم زن آوردن توش گذاشتن، زنانی آوردن که از متحجرترین مردان بدتر بودن. طرح حمایت از خانواده، طرح تکریم خانواده که خانم وحید دستجردی، خانم مرضیه وحید دستجردی طراحی کرد با اون خانم مرضیه دباغ و اینها درستش کردن و بعدم بردن در مجلس و تصویبش کردن چا چا که به آقا به من مرد تو اجازه میدی برم دو تا زن بگیرم؟ قانونا تا قبل از این میگفتن اگه میخوای بری زن دوم بگیری حداقل باید رضایت همسر اول داشته باشی. بعد زنان مجلس آمدن یه قانون گذاشتن که آقای مرد شما برو زن دوم بگیر بدون این آخه این خیانت به زن بزن. خب ببین اینا من دوست دارم از جنبه روانشناسیش باز کنم، شما از جنبه در حقیقت جامعه شناسیش باز کرد. یه چند مطلب میخواستم در مورد سخنانتون اشاره بکنم و اون اینی که خب چرا ولایت فقیه یک چنین در حقیقت عقب گردی رو برای زنان میخواست؟ چون اگر این عقب گرد رو به وجود نمیاد، چون به طور کلی حجاب زن و نابرابری زن و در خانه نگه داشتن زن میتونه اون استحکام یعنی اون ارزش‌های ولایت فقیه رو بیشتر تداوم ببخش. یعنی ورود زن در عرصه اجتماع، آگاهی یابی باعث میشه که اون زنان سنتی هم که لشکری یا لشکری اونام هستن به تدریج آگاهی پیدا بکنن. و این آگاهی پیدا کردن دشمن درجه یک جهل و خرافاته. یعنی اون وره سکه است. اما چرا به طور کلی این مسئله زنان رو من میخواستم خدمتون عرض بکنم هم نوع رو به جان هم دیگه انداختن؟ زمینه هاش آماده است، زمینه هایی که هم در فرهنگ سنت محور جامعه ما از خانواده شروع میشه، یعنی ارزش هایی است که سینه به سینه رفته، مبتنی بر جهل و خرافات، مبتنی بر ارزش های پدرسالارانه، یعنی مبتنی بر یک گفتمان پدرسالارانه یا مردسالارانه که جمهوری اسلامی هم در همون چهارچوب داره عمل میکنه و کسانی که دارن پشتیبانی میکنن، اگر بگیم که زنان سنتی و سنتگرا و زنانی که در حقیقت در چنبره این ارزش های ولایی احساس امنیت و آزادی میکنن و میخوان که این امنیت و آزادی خودشون نگه دارن، دلایل روانیش چه هستش؟ ببین اگه ما فقط به یه بخش تخصصی اشاره بکنیم، میدونی که انسان به طور کلی بنا به بعضی از فرضیه‌های روانشناسی بر دو مقوله، حول محور دو مقوله ترس و مجازات یا پاداش در حقیقت شخصیتش رشد میکنه. این از دوران کودکی دو مقوله مجازات و پاداش در ذهنیت ما تاثیر فراوانی داره. بسیار از روانشناسان معتقد به این هستند. حالا اگر که ارزش هایی که در خانواده های سنت محور حاکم هستش مبتنی بر این هستش که در حقیقت یک زن پاکدامن، یک زن محترم، یک زن مقبول، یک زن معتبر کسی است که تنها ویژگیش سرسپردگی به همین ارزش هایی است که فرهنگ سنتی و ولایی همین جمهوری اسلامی در نظر بگیریم میده، پس بنابراین ذهن این ارزش ها رو درونی میکنه به صورت انگاره های تجربی، به تدریج که تکرار میشه و القا میشه در لایه های ژرف‌تر ذهن به صورت اعتقاد و باور در میاد. پس بنابراین من زن در یه خانواده‌ای به دنیا اومدم که این چادر و این در حقیقت حجاب جزء سنت این خانواده است، میبایستی که سر بکنم پاک دامنم، سر بکنم ارزشمندم، سر بکنم معتبرم، سر بکنم خانومم، و اگر این ارزش ها رو رعایت نکنم در مقابل اون سکه چیه؟ فحشا و بی‌بندباری و نمیدونم بی‌ارزشی و تمام اینها هست. گذشته از اون، ویژگی سرسپردگی یعنی اینکه اطاعت پذیری، یعنی قبول دربست، یعنی معترض نشدن، یعنی باور داشتن، شک نکردن، سوال نکردن، زیر سوال بردن و خشم رو ابراز کردن یا احساسات رو ابراز کردن. یعنی چی؟ یعنی اعتراض به اونا. یعنی شما همون خانم بی‌بندباری هستید، همون دریده‌ای هستید، همون حالا مهر فحشا و مهر همین چیزا رو بزنید. مثلا برعکسش میشه. الان همین صحنه‌ای که نگاه کردید، اون دو تا خانم چادری که آمدن اعتراض بکنن، اونها دریده تر بودن، اونها وحشیانه تر رفتار کردن. دیدین چی گفت؟ گفت میکشمت، اسید میپاشد میپاشم، میدم سنگسارت بکنن. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ چرا اونها دریدن؟ بذار بهتون بگم. پوشوانشون قدرت حاکمه. نه، هم قدرت حاکمه، هم اینکه یه در حقیقت تئوری روانشناسی ظریفی هم اینجا هست. گفتیم اگر که به دنبال پاداش باشه ذهن آگاه و ناخودآگاهت، پس بنابراین ارزش هایی رو که به شما القا میکنن رو میپذیری، چون از مجازات
میخواین دوری کنید. مجازات به شما استراب میده، ترس میده، ناامنی میده، ولی پاداش احساس تعادل و امنیت به شما میده. پس برابر این در فرهنگی که فرهنگ غالبی که تصویر و هنجار و نرم اون جامعه چه از طریق رسانه، چه از طریق دبیرستان، چه از طریق مدارس آموزشی، چه از طریق قانون، سنت در هر 50 سال 40 سال رو در نظر بگیرید این ارزش ها بالانده است، اونجا احساس امنیت میکنه، احساس تعلق میکنه. اما در درون خودت به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن نیازهایی داری که نمیتونی ابراز بکنی، نمیتونی اعتراض بکنی، چون میترسی اگر اعتراض بکنی در حقیقت از اون حلقه مقبولیت بیفتی بیرون. نسبت به زنی که مدرنه، قد علم کرده و اعتراض میکنه، احساس چی میکنی؟ احساس رشک میکنی ناخودآگاه. خشمی رو که تو به اون نمیتونی بیرونی بکنی، کجا بیرونی میکنی؟ به این، به این بیرونی میکنی، یعنی مکانیزم جبرانی. بله دقیقاً. یعنی اینو یعنی خیلی بحث در این زمینه بسیار سویه‌های مختلفی داره. این در حقیقت باید در نظر بگیریم که زنی که میپذیره اون سرسپردگی رو، اون تحقیر رو، اون حقارت رو، اون سکسیزم غالب بر جامعه رو و تن میسپره به این حقارت و بعد به یک دختر جوان کوشنده‌ای که میخواهد امنیت و آزادی و برابری رو برای نسل و جنس خودش به ارمغان بیاره پرخاش میکنه، در حقیقت یک بیمار روانی است که نیازمند تراپی، یک فردی که دچار تضادهای فاحش در درون، دچار گسستهای فاحش هستش. ببینید مثلا در همین زمان پهلوی ها، خب این دختران چه گناهی داشتن؟ دختران چادری و در حقیقت سنتی که در خانواده های سنتی به دنیا می آمدن، خب مجبور بودن که طبق آموزه های خانواده، همبستگان، به هر حال افراد خانواده گسترده دنبال روی بکنن. بعد میومدن تو مدرسه، میدن ای یه دو دارن میان لباس دیگری میپوشن، چادر سر ندارن، نمیدونم مدرن هستن. خب این به طور ناخودآگاه انسان خودشو مقایسه میکنه. خب نمیتونیم بگیم که این بچه که انتخاب نداشته که خودش چادر رو سرش بکنه، سنتیه. موقعی شما مثلا اگر 18 سالته، 19 سالته، 20 سالته، میگی بابا من ارزش این فرزن حجاب رو که این اسلام به من میگه داره یک ارزش خاصیه باور دارم و انتخابم اینه سرم بکنم، هیچ اشکالی هم نداره، ما با آزادی پوشش اعتقاد داریم، با آزادی انتخابم اعتقاد داریم، شما دوست دارید عبا بپوشید، شما دوست دارید کچلوار بپوشید، هر چیز که اما این بچه تو اون خانواده سنتی محکومه که اون ارزش ها رو با خودش دنبال بکنه. این ارزش هایی که خانواده داره به نمایندگی از حکومت، به نمایندگی از قدرت، قبل از حکومتم، قبل از حکومتم، حتی دوران پهلوی رو دارم میگم، تضادش واقعا بیشتر بود. حالا اینا الان سواره بر قدرتن، پس الان عقده هایی که در اون زمان درونی کرده بودن الان بیرونی میکنن و خشمشون به سمت زنان مدرنه. تمام 40 سال گذشته بوده همواره این خشم داشتن. خب. هر زن مدرنی، هر مرد مدرنی اینا سرکوب کردن. اگر با موسیقی جنگیدن، اگر با هنر جنگیدن، اگر با آزادی های اجتماعی جنگیدن، اگر با بسیاری از داشته های علمی حتی اینها به جنگ رفتن، به همین دلیل هست، چون در مقام مقایسه و مقابله چیزی برای عرضه کردن در حقیقت ندارن. و بعدم وقتی که شما با خود درونتون تنها هستین و به هر حال انسان آمیزه است از نیازهای مختلف ذهنی، روحی، جسمی و هیچ تفاوتی بین زن و مرد هم نداره، یعنی یک نیاز جنسی رو هم زن داره هم مرد داره. خانم پارسیپور قرار بود مهمان برنامه من باشن در یکی از این هفته ها، کتابی نوشتن به نام زنان بدون مردان و ایشون مورد خشم یکی از زنان دولتی قرار گرفتن که چرا شما صحبت از بکارت میکنید یا چرا صحبت از فرزند سنت ازدواج میکنین، آنگونه که دختر باید به خودش در فرهنگ سنتی نگاه بکنه که مثلا بذار من الان مثلا 16 ساله یا 17 ساله یا 18 ساله باید ازدواج بکنم، یا اگر مثلا از 25 سال زن که رسید به 20 باید به حالش گریست، که هنوزم بعضیا صحبتشو میکنن. خب این مسائل سنتی رو آورده توی این کتابش داره بحث میکنه. افتاد به زندان امروز توسط یکی از این خانم های دولتی. پس بنابراین مسئله این هستش که ما اینا در حقیقت سویه هایی از اون کل مشکل هست. من امیدوار هستم که مثلا ما بتونیم در حقیقت یه مقدار لایه های روشنترش رو باز بکنیم که چگونه هستش در زمانی که شما صحبت از مردسالاری کردین، در همه دنیا مردسالاری بوده تا 60 سال پیش، اینجا گفتید که در حقیقت خود امریکا چه اتفاقی می افتاده،
چگونه هستش که امروز درسته که ما برابری زنان و مردان هنوز به اون مرحله از باید و شاید یا به کمال مطلوبش نرسیده، خیلی مونده تا به کمال مطلوبش برسه، ولی چگونه هستش که در کشورهایی مثل کشور ایران، به ویژه کشور ایران، اینقدر ما عقب افتادیم در رابطه با در حقیقت یک نوع برابری، یک نوع عدالت اجتماعی، یک نوع امنیت اجتماعی، یک نوع آزادی های فردی که زنان در غرب تونستن به دست بیارن؟ و خب اینم مشهود، ما الان در امریکا میبینیم، در اروپا میبینیم زنان که میرن تو خیابون دیگه مورد تجاوز، نمیدونم موتور سوار و نمیدونم سپاه بسیجا، این خانومی که اومد گفت میکشم سنگسارت میکنم اسید میپاشم روش، کم نداشتیم زنانی که این اصلا بیان این خشونت اجتماعی نگران کننده است. اشاره کردید، محبت کردید، اشاره کردید به تحصیلات ما، من میخوام یه نگرانی جدی رو مطرح کنم، نگرانی که خیلی ها امروز باهاش خانم دکتر دست میکردی بارن. حالا شما از لحاظ روانشناس بهتر از من میتونین بعد امنیتی نه جامعه شناسیش خیلی مهمتره. با اون اینکه ما در جامعهمون به دلیل سوء مدیریت یا هر مسئله دیگری که هست یک خشم به شدت فروخورده داریم که هر لحظه میتونه سرباز کنه. غیر از اینکه این خشم میتونه به یک انقلاب، به یک کنش بزرگ اجتماعی تبدیل شه که اگر درست هدایت و رهبری شه میتونه مسیر یک تحول سیاسی در ایران رو فراهم کنه، متاسفانه خیلی جاها رفتار خشن و زشتی رو بروز میده که من شهروند به شما شهروند پرخاش میکنم. من و شما اینجا تو آمریکا تصادف میکنیم، نه مسئله حجابه، نه مسئله قانونه، نه مسئله مقدس، هیچی نیست. من و شما تصادف میکنیم، شما پیاده میشیم، من پیاده میشیم، به هم لبخند میزنیم، بیمه هامون رو رد و بدل میکنیم، ایجنت بیمه با نماینده بیمه من با نماینده بیمه شما همه کارا رو حل میکنن، تمام میشه میره، اصلا ماشین شما داغوشه، نابود شه. من اولین سوالم که آیا اوکی شما خوبین، سالم این، سلامت این، شما این سوال از من، چه برسه خیلی وقت اصلا پیاده هم نمیشن طرف این، پلیس میاد کارش انجام میده میره. توی ایران اگر دو تا ماشین از بغل هم رچن آینهشون به هم بخوره، یه رو بعد دو تا راننده این دو تا ماشین رو در حال دست به یخه شدن و دعوا کردن و ببخشید این واژه رو به کار میبرم، خصوصا هموطنای عزیزم در ایران، معذرت میخوام اینو میگم، در حال وحشیگری ما باید اینها رو از هم جدا کنیم. این دریدن همدیگه، این به هم خشم داشتن، این به دنبال کسی رو پیدا کردن که عقده های فرو خورده و سرکوب های مستمر اجتماعی رو بر سر او خراب کردن، خب این یک جای کارمون، یک ظرف ما، یک جای کارش میلنگه، این ظرف ناقصه، این چرخه غلطیه. حالا معذرت میخوام، حالا زنان رو آوردیم تو وسط این ماجرا، گذاشتیم خانم دکتر، چطور هم گذاشتیم؟ در بیدفاع ترین شکل ممکن گذاشتیم، بهش گفتیم تو مجبوری خودتو بپوشونی، تو مجبوری خودت رو حجاب کنی، تو مجبوری از خواسته ها چشم بپوشی، تو مجبوری اوبی کنی، تبعیت کنی، هرچه ما میگیم تو همون کار رو انجام بدی، تمام این فشارهای روانی روش گذاشتیم. بعد این زن سر به اعتراض برداشته، امروز این جامعه بزرگ زنانه، نیمی از جامعه ایران که البته بسیاری مردان هم باهاشون همراه، هم مردانی که هم پای زنانشون تحقیر شدن تو جامعه. امروز خیلی این بین صحبتون یا تو نره، امروز ما میبینیم که در همین نهضت زنان در رابطه با همین دختران خیابون انقلاب چقدر مردان دارن حمایت میکنن. اینجاست که یه خوشحالی بزرگ وجود داره، یک نگرانی بزرگ وجود داره. خوشحالی بزرگ کجاست؟ خوشحالی بزرگ این که یک نسلی در یک مثل همه جوامع ایدئولوژیک که فرزندان سکولار به بار میارن، کمون که همواره جوامع سکولار فرزندان ایدئولوژیک دارن، در این جامعه ایدئولوژیکی که امروز در ایران بوده، فرزندانی کاملا سکولار بار آمدن و این نشون میده که اینها به دنبال اعاده حقوقی برآمده از باور و منش سکولاریسم هستن که در ایران اجراش میکنه. یکی از اینها آنتای سکسیزم بودنه، یکی از اینها مبارزه با نژاد سکس تعصب و جنسیت ستیزی است، یکی از اینهاست. روی دیگر این سکه اما روی خطرناکه، روی که من به براش نگرانم. روی دیگر این سکه کجاست؟ اینجاست که تا چه اندازه وقتی این خانومی رو میبینیم که میاد و به اون دختر پرخاش میکنه، توهین میکنه، بیادبی میکنه، وقتی حوادث اصفهان رو مرور میکنیم که حاکمیت تعمدن
اسید پاشی که وابسته به امام جمعه شهر، همه میدونن به وضوح، من میدونم که آقا من مهدی آقا زمان اینور دنیا، وای به حال مردمی که در کوچه خیابان اصفهان دارن زندگی میکنن که آقای یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان دستور داده چهار تا بچه بسیجی پایگاه فلان امام چی چیه نمیدونم اصفهان هم رفتن این اسید رو پاشیدن. اصلا بار اولی هم نبوده که اسید پاشی شده، در طول دوران جمهوری اسلامی به کرات این اتفاق افتاده. این اتفاق افتاده. خب میخوام بهتون بگم که حالا این پتانسیالی که از لحاظ روانی جامعه در آستانه این خشم داره میتونه به یه طغیان گسترده ایجاد کنه که بخش از بدنی جامعه جامعه رو بخوره. ببین یعنی حکومت یه کاری نمیتونه بکنه در این شرایط. حکومت در یه جایی ایستاده، معذرت میخوام، یه سری گرگ گرسنه، یک سری سگ خار تربیت کرده. این سر احمدی نژاد نمونه بارزه. من معذرت میخوام، ببخشید خانم دکتر، هم شما هم بینندگانتون میدونم من اساسا بهره گیری از ادبیات ناشایست تو صلاح نمیدونم در برنامه تلویزیونی، ولی واژه‌ای جالب تر از این پیدا نمیکنم. احمدی نژاد نمونه بارز سگ خاری است که حکومت خودش به پای خودش بسته، خودش تربیت کرده. کتاب قلعه حیوانات جورج اورول رو به یاد بیارید. من مدت‌ها در همین رادیو 670 شب‌ها که برنامه داشتم این کتاب رو برای مردم می‌خوندم و ورق و ورقش رو در قیاب مقایسه می‌ذاشتم با انقلاب ایران، با حوادث بعد از انقلاب ایران، با انقلاب بولشویکی در اتحاد جماهیر شوروی در روسیه سابق و بعد اتحاد جماهیر شوروی، و اینا رو با هم مقایسه می‌کردم برای شنوندگان برنامه. ببینید اون سگهایی که ناپلئون تربیت کرد اونها امروز دارن پاچه خود حکومت رو میگیرن. وگرنه حمید بقایی و آقای احمدی نژاد از جای دوری نیومدن، از بدنی همون بسیجی هن که تو صورت مردم اسید میباشه، از بدنی همون حکومتی هن که تا دیروز پایش رو میذاش رو خرخره مردم، به همون نیروی انتظامی وابستن که با ماشین از روی جوان مردم وسط میدان ولیعهد تهران رد میشد. خب اینا از کجا میاد و اینا کجا قراره برن؟ آیا فکر نمی‌کنید به زودی اختیار اینا دست حکومت میاد؟ کاملا این پیش بینی من و شما که در حقیقت پیشگو نیستیم، ولی خیلی از تحلیلگران سیاسی و تاریخی معتقد هستند که در حقیقت شمارش معکوس استقرار یعنی حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده. ببینید یه مسئله شما گفتید که نگران هستید از اون سوی زاویه. من فکر می‌کنم در مبارزات سیاسی اجتماعی عوامل بسیاری دست به دست هم میدن. بعضی از این عوامل بر لحه اون مبارزه هستن، بعضی از این عوامل بر علیه این مبارزه هستن. همجور که مثلا ما در دیماه ما دیدیم یه سری عوامل هستن که بر لحه مبارزه هستن، یه سری عوامل هستش که در حقیقت مانع هست و یا همین مسئله این داستان. اما من معتقد هستم که جمهوری اسلامی قصدش همواره بر این بوده، به ویژه پس از بروز و حضور و ظهور اصلاح طلبان و پدیده‌ای به نام گفتمان اصلاح طلبانه و رفرم و گام‌های قطر قطر چگانی و نمیدونم گام به گام این حرفا، این گفتمان سوار بر ذهنیت جامعه شد. چرا؟ برای اینکه به اون عواملی که بر علیه اجتماع حرکت می‌کردن تکیه کرد، که ما اگر که انقلاب بکنیم الان جایگزین چه خواهد بود، ما اگر انقلاب بکنیم مملکت تجزیه میشه، ما اگر انقلاب بکنیم همون انقلاب 57 میشه. آقای زیبا کلام چند روز پیش در یک مصاحبه گفتن که اگر انقلاب بکنیم 500 سال دیگه جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی اون عواملی که در حقیقت بترسونن مردم و عوامل منفی رو تکیه کنن. من خیلی خوشبین هستم نسبت به این تحولاتی که شده. من فکر میکنم با وجود تمام خشمی که مردم دارن، درست مثل همون زن سنتی در حقیقت سنت محوری که در بست در اسارت سنت و گفتمانهای مردسالارانه همین رژیم قرار داره و خشمش رو در حقیقت فراپیکنی میکنه به طرف همانند خودش، همجنس خودش، من فهم میکنم که جامعه ایران خشمش رو به طرف خودش فراپیکنی نمیکنه. باعث یک همدلیه. الان ببین چقدر خوب. در زمانی خانم طالقانی که به من گفتن که ما اگر که کاری نکنیم اینا میان و اینا به ما میگن ما شهید دادیم، اینا نمیذارن، درست میگفتن. ولی این فضا عوض شده. بله میخوام بگم حرف ایشون هم مربوط به ظرف زمان زمان خودشه که او درش زندگی میکنه، شاید همون زمان در جای دیگری و در حلقه دیگری از آدم های توی نبود. اتفاقا خواهیم دید تو منظورم این بود که گفتمان اون زمان امروز تغییر کرد. اتفاقا خیلی نکته خوبی اشاره کردیم، میخواد این که اگه به تاریخ برگردیم
توی جامعه شناسی سیاسی همیشه ما میگیم که یک سری مدل ها و اشل هایی در جوامع مختلف و در قالب حکومت ها تکرار میشه. من به شوخی همیشه میگم اگه کرسی قدرت ماندگار بود الان نوید نتیجه کوروش و کبیر داشتن توی ایران سلطنت میکردن، نوبت نه به آقا محمد خان قاجار میرسید، نه به ناصرالدین شاه، نه به آقای خمینی. خوب میشد نواده کوروش هم مثلا نواده، حالا خوب بودن یا بد بودن ما نمیدونیم، یه آدم آزاد حالا ما نمیدونیم، شاید هم خوب نبود. آره شاید نواده ها بودن، آره شاید خوب نبودن، ولی ما نمیدونیم خوب بودن یا نبودن. ولی به هر روز داشتن نواده های کوروش کبیر و داریوش بزرگ داشتن تو ایران حکومت میکردن. این چرخه قدرت شکست ها و گسست هایی داره. در دنیا این گسست ها تکرار میشن. یک سری الگوهای اجتماعی در عرصه های مختلف همواره اینها تکرار میشن. به زبون عامیانه میگن تاریخ تکرار میشه. تاریخ تکرار نمیشه. الگوهای اجتماعی در جوامع مختلف و در جغرافیاهای متفاوته که تکرار میشه. به خاطر اینکه انسان انسانه. در چرخه باستولید قدرت و فرا قدرت همواره انسان همون ماهیت رو داره، ظرفیت زمان و مکان خودش رو میسنجه و همون رفتارها رو بروز میده. چه کسانی به اصلاحات دامن زدن؟ نسل من، نسلی که پدر و مادرم در انقلاب مشارکت، پدر و مادر من در انقلاب مشارکت نداشتن، این رو بارها دوستان خواستم من توضیح دادم، ولی نسل که پدرم خود شما من 2 سالم بوده وقتی انقلاب شده. خیلی نقش پررنگ داشتم در موقع و دقیقا وقتی انقلاب شده من 2 سالم بوده دیگه، الان 41 سالم. مشخصا توی اون مقطع زمانی چه نسلی اومد از اصلاحات حمایت کرد؟ نسل من و نسلی که با من بزرگ شده بود و پدر و مادرش در انقلاب نقش داشتن یا سهم داشتن یا آسیب دیده بودن و از انقلاب هراس داشت، گفت هراسونده بودن، ولی هراسونده میشه بودن. این همین آخونده خودشون خودشون رو بخورن، بذار خودشون خودشون رو بخورن، بذار خودشون خودشون رو اصلاح کنن. امید بود به اصلاح. 20 سال این مسیر طول کشید. 20 سال طول کشید که این روسری از اینجایی که پونز آقای اکبر گنجی تو پیشونیشون میکرد، حالا همین الان اتفاقی واقعا اکبر گنجی این چایه اصلا واقعا نه واقعیتیه. الان یه تصویری رضا روی مانیتور پریویوی ما گذاشته، اگر بشه این تصویر رو برد بالای، این خانومی که اول انقلاب بعد دقیقا همین تصویر، این روسری تو از این حالت که الان ما داریم میبینیم برسه به امروز ایران که روسری خانوم تقریبا تو فرق سرشونه، ممنونم رضا شاد، برسه به اینجا که حجاب برن بالا سکو حجاب بردارن. میدونی چه میخوام بهتون بگم؟ 20 سال طول کشید که از اینجا برسه به اینجا، این واقعیته. خب توی این مبارزه زنا تنها بودن، مردا دنبالشون نرفتن. منم احتیاق زمانه گفتم آقا خاتمی اومده حالا درست میشه، حالا یه پله دو پله، حالا خامنه ای میمیره درست میشه، حالا شرایط کشور عوض میشه، الان با آمریکا ارتباط برقرار میکنیم، الان برجام امضا کردیم، الان قیمت نفت تغییر کرده، الان بازارهای اقتصادی باز شده، همیشه مسئله زنا ثانوی آفرین، حالا تو کیش درست شده، اینجا هم درست میشه. زنها تنها تا اینجا اومدن. تا امروز زنان ایرانی تنها مبارزه کردن. من اجازه میخوام، شاید شما دوست داشته باشید، ولی از شما اجازه میخوام یه تشکر بکنم از یه روزنامه‌نگار ایرانی، یه زن ایرانی، مسیح علی نشد. ای با خیلی هم دوست دارم وکیلی. اولا که من خیلی ممنونم که شما این اشاره رو کردین، واقعا من فهم میکنم که قدم، یعنی گام بسیار بلند و بزرگی برداشت در رابطه با همون سایت آزادی های یواشکی 4 سال پیش و همین چهارشنبه های سفید، یعنی یک حرکتی رو که امروز ما داریم میبینیم شاید بگیم که بخشن مدیون این ارگانیزیشن یا سازماندهی بودش که مسیح علی نجات شروع کردش. من به عنوان یک زن ازش سپاسگزارم و امیدوارم که بتونم باش ارتباط برقرار بکنم و با خودش در حقیقت بتونیم یه گفتگو. چرا گفتید من چرا خوشم؟ من دوستش دارم مسیر، من شخصا ارادتمندم بهش و واقعا باید قبول کنیم که کاری که ایشون شروع کرد جواب داد. یعنی ایشون صدای زن ایرانی رو از توی حنجره تنهای زن ایرانی بیرون کشید، آورد توی روزنامه‌های معتبر دنیا به گوش من و شما رسوند. منی که صدای خواهرم رو نمی‌شنیدم در خانمون، مسیح علی‌نژاد صدای خواهر من رو برد در واشنگتن پست، در نیویورک تایمز و به چشم من کشید، گفت خجالت بکش مهدی سمانی، برگرد به عقب و در خانه خودت خواهر خودت رو ببین. همین گام ها این هسته. اتفاق خیلی بزرگ بود. بله و همچنین اتفاق بزرگتر که به نظر من باید بگیم بعد از قرة العین شاید ویدا موحد رو بگیم که کشف حجاب کرد و این در حقیقت اعتمادی که مردم به یک زن خارج از کشور کردن، یعنی مردم هم با مسیح همکاری کردن، داستاناشون رو فرستادن،
یعنی تن به خطر دادن و رفتن. اما من میخواستم قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم اشاره کردید که زنان تنها بودن در مبارزاتشون و این مقدار از آغاز انقلاب بریم و این مسئله رو یه بار دیگه به سرعت یه بازنگری بکنیم. در اوایل انقلاب، یعنی وقتی که انقلاب به وقوع پیوست، زنان نقش پررنگی داشتن در از همه عرصه‌های در حقیقت اجتماعی. ما زنان مذهبی داشتیم، نمیدونم بورژوا سنتی داشتیم، بورژوا مدرن داشتیم، زنان تحصیل کرده داشتیم. بنابراین بر طبق تحقیقات میگن که بیشتر زنانی که در انقلاب 57 شرکت کردن زنان متوسط تحصیل کرده بودن. اینها هیچ درک درستی بنا به اعترافات خود همین زنانی که امروز در گوش و کنار جهان هستند و یا نویسندن یا پژوهشگرن یا به هر حال نقش فعالی در همون زمان در گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی داشتن، میگن ما هیچ درکی از حجاب اجباری نداشتیم، هیچ درکی از این انقلاب و آینده انقلاب نداشتیم. 18 سالمون بود، 20 سالمون بود، در این سازمان سیاسی بودیم، در اون سازمان سیاسی بودیم. یکی از این خانم‌ها میگن که من شریک فدای خلق بودم روزی که یه روز قبل از 8 مارس زنان رفتن به اون تظاهرات بزرگ 15-20 هزار نفری. سازمان به من زنگ زد گفت شما با این زنان همراهی نکنید. اینجا که گفتید زنان تنها بودن، چرا؟ چون اینا بورژواها و سلطنت طلبها هستن و ما همراهی نکردیم. یعنی به طور کلی در اون تظاهرات اعتراضی که بعضیا میگن 3 روز و بعضیا میگن 6 روز به طول انجامید، تمام اون قشر زنهایی که در انقلاب شرکت کردن حضور نداشتن. مهمتر از این، تمام اون روشنفکرانی که در حقیقت در صف مقدم این مبارزات بر علیه رژیم پادشاهی بودند نیامدن از زنان حمایت بکنن، چون که اونها مبارزات ضد امپریالیستی به ویژه سازمان های چپ حزب توده و انقلاب شما. یعنی تمام اون شعاراشون با مثلا شعار حزب توده با شعار آقای خمینی یکی بود. پس بنابراین نیومدن، یعنی به قیمت قربانی کردن خواهران خودشون. بله الان ولی امروز مترفن و مسئله زن همیشه مسئله ثانوی بود، یعنی چیز دیگه مهمتر بود. ولی امروز وقتی شما میبینید میگن که ما در رؤیاها چه خیال پروری هایی در رابطه مثلا با جامعه سوسیالیستی مثلا از به کارگر میکردیم، یا مثلا چه آرمان هایی داشتیم. یعنی اعتراف میکنن که این آرمانگرایی کور، یعنی انقلاب 57 شاید بشه واقعا به راحتی گفت که انقلاب کور بود. چرا که رهبری رو انتخاب کرد که این رهبر کودتا کرد، یعنی یک کودتای مذهبی کرد و تمام اون آرمان ها و آرزوهای این در حقیقت کسیانی که مثلا دنبال آزادی ها و یا حقیقت اون عدالت اجتماعی بودن از بین برد. ولی زنان تنها موندن و زنان همونطور که همپا و مبارز و همدوش تمام انقلابیان بودن، ولی انقلابیان رو تنها گذاشتن و از اون زمان تا به حال دارن مبارزه میکنن و مبارزات بسیار درخشانی کردن و این مبارزه الان در حقیقت انقلاب زنان است به قول بعضی ها. بله کاملا حرف صحیح و درستی است و ممنونیم هستیم از دوستانمون. رسیدیم به آخر خط. خواهم بگیم نه هنوز مونده دو دقیقه یه جنبندی کنیم. یه جنبندی شما بکنید. حالا ما یه نوارم از یار دبستانی داریم، اگه فرصت باشه بعد از این پخش بکنیم که برای حسن ختام. دو دقیقه جنبندی کنیم. جنبندی دو دقیقه ای؟ خب پس من با این نه جنبندی دو دقیقه این هستش که نمیشه. برای جنبش رهایی بخش زنان و جنبش به طور کلی دموکراسی خواهی چه جنبه هایی رو با در نظر گرفتن این موانع باید در نظر بگیره؟ ببینید خانم دکتر، من فکر میکنم که ثانویه بودن مسئله زنان و جنبش زنان در طول 40 سال گذشته حتی بیشتر بهش قابلیت داده. اینکه حکومت خودشو آپدیت با پیشرفت زنان که دشمن درجه دو بودن نکرده. زنها قدرتی دارن که سلاح اتمی ارتش آمریکا این قدرت رو نداره. یکی از بزرگترین دغدغه‌های حکومت اتفاقا همین مسئله زنانه. دقیق. و حالا الان این زنان میتونن اونو به کمرشو به زمین بزنن، یعنی به قدرت میتونن این کارو بکنن. یادتون نره حکومت گفت اینکه زنای حکومت میریزیم میزنیمشون، اصلا 4 تا دختر میارم تو مجلس قانون بر علیه خود اینا تأسیس کرد، یه گروه دختر بسیجی میارم تو خیابون شعار بدن ما چادر میخوایم، ما عاشق چادر. همین کاری که حکومت مرتب داره تو تلویزیون رو میکنن دیگه. دیگه جواب نه. مرسی، بازم باید با هم برنامه داشته باشیم. با افتخار. مرسی عزیزم، قربان شما. تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. به این توجه کنید. مرسی.